میخوام راجب والدینم بدونم. چه اتفاقی افتاده؟ چه جوری اتفاق افتاده؟ هرچی که میدونی. ردیما متاسفم، منم چیز زیادی نمیدونم. خانوم من باید واقعیت رو بدونم لطفا. دونستن جواب این سوالا واسه من خیلی مهمه. لطفا بهم بگید. ردیما چرا میخوای این چیزا رو بدونی؟ گذشته نباید برات اهمیت داشته باشه. روی امروز تمرکز کن. ببین امروز چی داری؟ یه خانواده بزرگ، یه همسر دوست داشتنی که انقدر دوستت داره. تو همه چی داری؟ اینا واسه دختری که از یتیم خونه اومده بیرون مثل یه رویاست. ردیما کم کم داره به اون رازی که هیچ وقت نمیخواستم بر منا بشه پی ببره. گذشته من بزرگترین دشمن منه. اینا فقط راز نیست، هستی منه، به زندگی مربوط میشه. لطفاً مخفیش نکنی. ردیما من فقط اینو میدونم که والدین تو اون روز تصادف خیلی بزرگی داشتن و از اون تصادف فقط تو زنده بیرون آمدی دخترم. یعنی پدر و مادرم منو ویل نکرده بودن؟ اونو توی تصادف مردن و منم اومدم به این یتیم خونه؟ آره، تو سر تصادف پیدا شدی و آوردنت اینجا عزیزم. خانم دیگه چی ازشون میدونین؟ لطفاً هرچی راجب اون روز و تصادف میدونین بگین. راجب تصادف اون روز چیز زیادی یادم نیست، ولی آره تاریخشو یادمه، چون روز خیلی بدی بود ردیما. یادمه که 25 ژانویه بود. یادمه تو چه شرایط بدی آوردنت اینجا. و یه چیز دیگه هم که یادمه، اینه که تصادفی که کردیم با ماشین یه سفیر بوده. باشه، ممنونم خانم. حالا داستان کاملو از کجا میتونم بفهمم؟ تا امروز راجبتون اشتباه فکر میکردم مامانا بابا، سوال و گله هم زیاد بود، ولی امروز فهمیدم که شما دوتا از قصد منو ول نکردین. 25 ژانویه، اون روز چه اتفاقی افتاده؟ اون تصادف چه جوری بوده و چرا؟ چه داستانی پشتشه؟ والدین تو اون روز یه تصادف خیلی بزرگ داشتن و از اون تصادف فقط تو زنده بیرون آمدی عزیزم. الان بیشتر از قبل کنجکاو شدم که راجع به گذشتم بدونم. میخوام بدونم مامان و بابام کی بودن؟ چه شکلی بودن؟ نمیدونم چرا حس میکنم که یه راز خیلی بزرگ پشت این موضوع وجود داره. اون دختر بچه اصلا نمیدونست که همچین رازی راجع به پدر مادرش وجود داره و اسم اون بچه ردیما بود. این قضیه شوخی نیست ردیما، داستان اونا کاملا واقعیه. حس میکردم یکی داره همه اینا رو دروغکی میگه. اصلا مطمئن نیستم چی واقعیه و چی نیست. به کی اعتماد کنم و به کی اعتماد نکنم؟ متصدی به هم دروغ نمیگه. الو؟ وانش، ردیما کجاست؟ میخوام دارومو بخورم، فقط اون میدونه کدومو باید کی استفاده کنم. من خبر ندارم ردیما کجاستیه. به نظر نگران میایده داش. چی شده؟ نه چیزی نشده. رازی که در مورد پدر و مادرت وجود داره رو فقط وانش میدونه و بس. وانش با این راز چه ارتباطی داره؟ نه اصلا امکان نداره ربطی بینشون باشه. یه نفر هست که همه چیو میدونه و داره از قصد منو گمراه میکنه. هر اتفاقی هم بیفته من باید واقعیت راجع به مرگ مامان و بابام بفهمم. چطوری از وانش بپرسم که چیزی راجع به والدینم میدونه یا نه؟ ولی خب اگه میدونست تا الان به هم میگفت مگه نه؟
سفیر؟ آریان دیده که داداش فاش داره اون سمتی. اون ماشینه به درد نخور همیشه اونجا پارک بوده. فاش داره دوباره گذشتش رو زیر رو میکنه. هرچی هم بشه نباید بذاریم ردیمو از اون ماشین با خبر بشه. ماشینه به درد نخور؟ واش داری میره کجا؟ مطمئنی که همسر تو خوب میشناسی؟ این چیه؟ واقعا اینا همه به هم مربوط میشن؟ باید هر طور شده واقعیت رو بفهمم. کدوم ماشین؟ نمیتونم اجازه بدم گذشته بین من و ردیما قرار بگیره. من رئیس وایسا. نکن رئیس، رابطه شما اونقدر ضعیف نیست که گذشتت بتونه براش مشکل ساز بشه. من اجازه نمیدم بشه. جایی هیچ نگرانی نیست. بیا بریم از اینجا. خون زیادی داره ازت میره. باید سریع به زخمت رسیدگی بشه. نه این غیر ممکنه. نمیتونم ردیما رو از دست بدم. ردیما! رئیس، بیا بریم. ردیما باید راجع به این ماشین و گذشتش بدونه. وگرنه یه بار دیگه از دستش میدن. راجع به کدوم ماشین دارین حرف میزنین؟ چه ربطی با وانش داره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ یواشکی وای میسی حرفای ما رو گوش میدیاره؟ این عادت جاسوسی کردن تم هنوزم باد. ایشانی من یواشکی گوش نمیدادم. همین الان از در اومدم تو و صحبتاتون رو شنیدم. این قضیه چیه که میگیم وانش رو خیلی ناراحت میکنی؟ ببخشیدا، برای پلیس بازیاتو نه حق داری واسه من انجام بدی نه خونه بودم. وانش بهت اجازه داده تو این خونه بمونی، نه توی قلبوی ما. فاتو از گلیمه درستر نکن ردیما. از واکنشاشون یه چیز کاملا مشخصه. اینکه این وسط یه مشکلی هست، باید تحتوی قضیه رو در بیارم. اگر ردیما این زخمو ببینه میپرسه از کجا اومده. مگه چی بهش بگم؟ یعنی راجبش با وانش صحبت کنم؟ خون؟ اینا از کجا اومده؟ وانش، چه بلایی سرت اومده؟ بیا بشین، زخمت عمیقه. بشین، چرا به دکتر زنگ نزدی؟ خیلی بی احتیاط شدی، چرا اصلا مراقب خودت نیستی؟ ببینمش. نمیدونی من طاقت ندارم حتی یه زخم کوچیک از تو رو ببینم. چجوری اینجوری شدی؟ وانش، حداقل به خاطر منم شده مراقب خودت باش. چه بلایی سرت اومده؟ جواب بده، چه بلایی سرت اومده؟ بطری آب از دستم افتاد، رفتم خورده شیشه ها رو جمع کنم، دستم بریم. دیوونه شدی؟ ما این همه خدمتکار اینجا داریم یا منو صدا میزدی؟ خونه نبودی؟ کجا رفته بودی؟ چی به وانش بگم؟ نمیخوام دروغ بگم، واقعیتم نمیتونم بگم. سوالمو جواب بده، کجا رفته بودی؟ وانش، من رفته بودم دارای سیا رو بگیرم.
داری دروغ میگی ردیما. چرا وقتی هم دیگر رو دوست داریم باید دروغ بینمون باشه؟ باندش رو پیدا نمی کنم. خدا رو شکر داریم. من هیچ وقت به هیچ شکلی بهت آسیب نمیرسونم. وقتی تو بلایی سرت میاد من درد میکشم. ولی بازم داری اذیتم میکنی. من نمیتونم اشک تو صورتت ببینم. میرم شیر و زردچوبه برات بیارم. چطوری با یه تیکه شیشه اینقدر زخمی شده؟ باشه من تو میدونم دوست نداری که دستم بهت بخوره، ولی باید دستتو میگرفتم که نیفتی. میدونی آدم وقتی آسیب دیده خیلی حال میکنه یه نفر باشه که بهش رسیدگی کنه و مراقبش باشه. جاسوسی میکردی؟ خجالت نمیکشی یواشکی تو اتاق خواب بقیه رو دید میزنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ میری جاسوسی بقیه رو میکنی و بهشون دروغ میگی؟ ردیما وانش رایسینگانیا، گوش بده کبیر، از زندگی من برو بیرون وگرنه برات گرون تموم میشه. ردیما، فرار کردن از گذشته اصلا کار ساده نیست، برای وانش هم همینطور. منظورت چیه؟ مگه گذشته ی وانشتیه که من ازش خبر ندارم؟ همون چیزی که داره میمیره که از شرش خلاص بشه. ردیما، تو الان این دروغی که درباره شیشه گاب گفت و باور کردی؟ واقعا نمیدونم باید اسم تو بیگناه بذارم یا احمق، ولی فکر نمی کنم اونقدرم احمق باشی که کاملا بخوای حرفاشو باور کنی. مطمئنی همسرتو خوب میشناسی؟ پس وانش چجوری زخمی شده؟ واقعیت یه بهایی داره ردیما. آدم واقعیت رایگان به کسی نمیگه. تو تحت آموزشای من یاد گرفتی که چجوری به خوبی از هوشت استفاده کنی. ولی ردیما، بذار بهت هشدار بدم، ثمره این همه تلاش شیرین نخواهد. منظور کبیر از فهمیدن واقعیت چیه؟ یعنی به اون ماشینی که تا امروز ندیدمش داره اشاره میکنه؟ یا ماشینی که از همه مخفی شده؟ واقعا نمیتونم بفهمم. واش اصلا چه ربطی به این قضایی ها داره آخه؟ وایسا، این شیشه ها رو از کجا آوردی؟ خانم من ماهش، تو چرا هنوز اینجایی؟ مگه نگفتم سری برو کارهای داخلو تموم کن؟ آخه هیچ بهونه ای نمیخوام بشنوم، برو کارتو تموم کن. نانگری، این چه ترس حرف زدن با بقیه است؟ من به ماهش گفتم وایسا، میخواستم ببینم اون شیشه ها رو از کجا آورده. ببین، رئیسم ترجیح میده که تو هر موضوع کوچیکی دخالت نکنی. چرا رفتارش اینقدر عجیب شده؟ من فقط راجع به شیشه ها پرسیدم. مطمئنم الان اگه از ماهش بپرسم دیگه به هم نمیگه. خودم باید یه جوری بفهمم از کجا بودن. Thank you.
تیکه شیشه ها از دست ماهش افتادن زمین، این یعنی از بیرون آوردتش. چرا از شر این ماشین خلاص نمیشی؟ چرا هنوز نگهش داشتی؟ این ماشین چیزی جز درد واسمون نداشته داداش. چقدر تو رو اذیتت کرده؟ من همه چیو یادمه. چرا تو الان خودتو از شر این درد خلاص نکردی؟ واش من نمیتونم اینجوری ببینمت. ما به خاطر این ماشین خیلی چیزا رو از دست دادیم. حتی فکر کردم به همچین روز بدشگونی هم خودش انرژی منفیو به سمت ما میاره داداش. خواهش میکنم واش من نمیتونم تو رو تو این حال ببینمت. میخوام واسه همیشه از شر اون ماشین خلاص بشی. با تو ایشن هرچه زودتر این زخمو درمان کنم بهتره. امیدوارم وانشون ماشین واسه همیشه فراموش کنه. کاشون اتفاق هیچ وقت نمی افتاد. رد پاها اینجا تموم شده، این یعنی تیکه شیشه ها باید از همین اطراف باشن. رفتار نانگری نشون میده که یه چیزی رو مخفی میکنه. این بوته ها قبلا اینجا نبودن، چطوری ببینم پشتشون چیه؟ این صدای چیه؟ چی میتونه اونجا باشه؟ ماشین سفیر اون اینجاست. و یه چیز دیگه، تصادفی که کردین با ماشین یه سفیر بوده. یعنی اتفاقیه یا این همون ماشینیه که پدر و مادرم باش تصادف کردن؟ ماشین خیلی قدیمیه، ولی چرا اینجا مخفیش کردن؟ یکی داره میاد.
میخواد با بنزین چی کار کنه؟ خدایا لطفا مراقبم باش. باید چی کار کنم؟ نمیتونم در رو باز کنم. چی کار کنم؟ چجوری بیام بیرون؟ چجوری برم بیرون؟ باید برم جلو. کبیر، به چه جرأتی داری آتیش رو خاموش میکنی؟ واش اگه نکنم میدونی چه اتفاقی میافته؟ از تو که خونه آتیش درست کردی، کل خونه میسوزه. نیازی نیست تو به من بگی چی برگ خونم مضر چی مضر نیست. کبیر اینو بفهم. وانش، چی کار داری میکنی؟ چرا اجازه میدی گذشته تو زندگی الان تداخل ایجاد کنه؟ میدونی آخرش به کجا میرسه؟ ردیما دوباره بهت شک پیدا میکنه. تو هم دوباره داری یه دلیلی بهش میدی که بخواد راجع به گذشته جستجو کنه و واقعیتو بفهمه. مادر جون چی میخواد از گذشته وانش مخفی کنه؟ قضیه چه ارتباطی با من داره؟ این یعنی واقعا داره وانش چیزی رو ازم مخفی میکنه؟ ولی آخه چرا؟ شاید حق با توه مادر جان. بریم. وانش چی رو داره راجع به این ماشین مخفی میکنه؟ اگه این ماشین ربطی به والدین من داشته باشه، پس اصلا تو امانت وی آر چی کار میکنه؟ میگن اگه یه چیزی از ته دل بخوای، سرنوشت هر کاری میکنه که به خواستت برسی. الان مسیر پیش روم کاملا واضحه. وقت خوبیه که با ردیما صحبت کنم و کاری کنم که شکش به وانش حتی بیشترم بشه. ماشینی با این وضعیت مشخصه یا تصادف کرده یا به جای زده. اینطور که به نظر میاد با یه آدم تصادف کرده. خوبه که بازجوییاتو شروع کردی، همه چیو به هم وصل کردی و داری تو مسیر درستی میری. من افسر پلیسم، حداقل تا این اندازه تجربه دارم. کبیر، بین افسر پلیس عادی بودن و افسر پلیس صادق بودن فرق است. ردیما خواهش میکنم، من میدونم آدم بدیم،
ولی حداقل میتونم مشاوره خوبی بهت بدم. میدونم که وانچو خیلی دوست داری و بهش اعتماد داری، ولی اینم میدونم که باید واقعیت پشت این ماشین رو بدونی. اینکه کی و کجا چه اتفاقی برای این ماشین افتاده رو باید بدونی، ولی اینجا نمیتونی چیزی بفهمی. برای همچین اطلاعاتی یه دپارتمان مخصوص ساخته شده، دپارتمان پزشکی قانونی. کار اونا چک و بررسی همچین ماشین هاییه و بهت میگن چه اتفاقی براش افتاده. موضوع اینه که هیچ کس به جرمش اعتراف نمی کنه. برای همین خودت باید بری بگردی. کار خیلی بزرگی ردیم. اینکه چطور بخوای این ماشین از تو امارت وی آر برسونی به پزشکی قانونی. فکر کن. این تنها راهه، ولی چه جوری؟ اگه ماشین اینجاست پس سویجش هم باید همین اطراف باشه. باید به هر قیمتی شده سویچ ماشین رو پیدا کنم. لباسم بوی بنزین گرفته. اگه وانش بیاد نزدیکم متوجه میشه. بهتره برم دوش بگیرم. وانش، من اصلا نمیدونستم که اینجایی. میخواستم برم یه دوش بگیرم. برم، زود میام. خدای من، نباید نزدیک وانش بمونم. چجوری ازش فاصله بگیرم؟ وانش، الان یکی میاد. باشه، اگه لازمه دوش بگیری خب برو بگی، من منتظرتم. چرا یه ها اخلاقش عوض شد؟ چون من نگفتم یا بوی بنزین رو احساس کرده؟ تو چطوری انقدر بی احتیاطی کردی؟ رئیس چی شده مگه؟ چه اشتباهی کردم؟ درستونه که بیعتیاتی کرد من بودم نه تو. باید قبل از اینکه کروسین رو ماشین بریزم داخلش رو چک میکردم. ممکن بود به خاطر من ردیما جونش رو از دست بده. گذاشتم داره همه چی رو خراب میکنه. نزدیک بود ردیما رو واسه همیشه از دست بدم. ردیما ماشین رو پیدا کرده، به منم هیچی نگفته، ولی من بوی کروسین رو از رو لباساش فهمیدم. نباید اینطوری میشد. آروم باش، زخمات هنوز تازن. منظورت اینه که وقتی داشتی روی ماشین کروسین میریختی ردیما داخلش بوده؟ آره نانگری، آره. وای خدای من، آتیش. شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی نمیتونم مستقیم از وانش بپرسم واقعیت این ماشین میتونه منو به پدر مادرم برسونه. برای همین باید حتما سویچو پیدا کنم، ولی نمیدونم از کجا باید دنبالش بگردم. کجا میتونم پیداش کنم؟ اتفاقی که افتاده اشتباه بود. اگر ردیمان راجب ماشین یا تصادف سوالی بپرسه چی؟ اون موقع چی میخوای بگی؟ اون هنوز سوالی ازم نکرده و همینم داره منو از درون میخوره. دهنش بسته است چون به من اعتماد کامل داره. ردیما نباید راجع به اون ماشین میفهمید.
حق با من بوده. وانش، وانش یه ربطی به مرگ پدر و مادرم داره، واسه همینم نمیخواد که من اون ماشین رو پیدا کنم. ولی نه، هرچی بشه و هرچقدر هم که مانع سر رو هم قرار بگیره، من واقعیت رو متوجه میشم. رئیس تو که ردیما رو میشناسی، میدونی که چقدر لجبازه. الانم که موضوع مرگ مامان و باباشه، چطوری میتونیم جلوشو بگیریم که نفهمه؟ باید هر طور شده حواس ردیما رو پرت کنیم. نگری هر کاری که لازمه باید انجام بدیم تا جلوی اون رو بگیریم. یه کار بزرگ، اونقدر بزرگ که تمرکزش از این موضوع برداشته شه. از این راز فاصله بگیر ردیما، خودم حواسم هست که هیچ وقت بهش نرسی. همیه تلاشت واسه مخفی کردنش بکن باش، ولی من اون سویچ رو پیدا میکنم. با واقعیت اون ماشین فقط دو قدم فاصله دارم. سویچ ماشین اونجاست. میخوام یه چیزی بگم، بیا. چی؟ حاضری دوباره با هم ازدواج کنی؟ دوباره؟ منظورت اینه دوباره همه یه لباس ها و... آره آره دیما، میخوام گذشتم و فراموش کنم.
میخوام خاطرات جدید جایگزین کنم، خاطراتی که باره گذاشتم دیگه رو دوششون نباشه. تو حاضری که دوباره همسر من بشی ردیما؟ یه بار که هیچی، من حاضرم هر چند باری که بخوای دوباره باهات ازدواج کنم. دوست دارم. مراسم احرام‌بندون و زردچوبه و هفت طواف، اگر ادیما رو سرگرم اینا کنم تمرکزش از روی اون موضوع برداشته میشه. اولین قدم تو تحقیقاتم موفقیت آمیز بود، تونستم ماشین رو پیدا کنم و الانم سویچ به زودی این معما حل میشه. ردیما، چیزی هستش که بخوای قبل از شروع دوبارمون بهش اعتراف کنی؟ بدون هیچ تردیدی بهم بگو. نه، هیچی نیست که بخوام بگم. هر چیزی که باشه، هر چیزی، من مال تو هم. هر وقت بهم نیاز داشته باشی کنارت وایسادم ردیما. میدونم. راستش یه چیزی هست. دفعه قبل همه اعضای خانواده تو توی عروسیمون حضور داشتن. این دفعه دلم میخواد که همه رو دعوت کنیم. پس واسه یه شروع بهتره که یه لیست از مهمونا داشته باشیم. یه لحظه بیا با مهمونای تو شروع کنیم. لیست مهمونای وانش. خب شروع کن بگو. خب یه سری دوست کاری داریم. ودانه، شاریا، لاکش، بهارتی، دیپ، ریچارد. یه لحظه صبر کن. چطوری اینقدر سری بنویسم؟ حواس ردیما داره پرت میشه. دقیقا همونطوری که میخواستم. مطمئنم که یه سری فکر تو سرت هست ردیما، برای خیلی نمیتونی ازم پنهون نگرشون داری. هر طوری شده سر در میارم. عشق نفوذی. مانتا ہی نہیں کچھ بھی تیرا.